بازی وقتی شروع شد مشخص بود پرسپولیس هنوز نتونسته اون باخت دربی رو فراموش کنه، واقعا اینطور بود. اما به محض اینکه به گل رسید همه چی عوض شد. ببینید شما وقتی جلو پرسپولیس بازی میکنید یه بازیکن مثل وحید امیری چقدر قشنگ از عقب اضافه میشه تو حمله. شما وقتی حمله این فضا به این بزرگی رو در واقع به تیم پرسپولیس میدی استفاده میکنه که وحید امیری به خوبی میاد تو این فضا، به خوبی میاد تو این فضا و استفاده میکنه از این فضای زیادی که در پشت خط دفاعی پرسپولیس. یعنی در واقع فکر میکنم که پرسپولیس به خوبی میره چطور از پشت خط دفاعی ماشین سازی استفاده کنه. یک فضای بزرگی اونجا به وجود میاد که شما نگاه کنید به خوبی مهدی عبدی میره تو اون فضا. اما نکته مثبت در تیم پرسپولیس حضور 4 بازیکن در همزمان تو 18 قدم. نگاه کنید 3 تا 4 تا بازیکن میان تو 18 قدم. ببینید این چیزی بود که در بازی قبلی که دو تا بازی اخیر ما ندیدیم در پرسپولیس در مقابل استقلال. یک بار دیگه دوباره نگاه کنید همون صحنه در واقع دوباره تکرار میشه. شد دوباره وحید امیری از فضا استفاده میکنه و اینجا ببینید چه فضای بزرگی در قلب خط دفاعی به وجود میاد. باز دوباره 4 تا بازیکن پرسپولیس دارن میرن تو 18 قدم. اون فضا رو نگاه کنید به راحتی و احمد نورعلی صاحب توپ چون تون کرد گل. ماشین سازی اصلا خوب نبود ولی پرسپولیس اون پرسپولیسی بود که چند وقت بود ما ندیده بودیم و اینجا اشتباه مورزی خط دفاعی ماشین سازی میکنه و مقالوب توپ رو دروازه میکنه. اما تو این پرسپولیس یه بازیکن مثل وحید مهدی عبدی جوان که من اعتقاد دارم بعد از اون پنالتی که از دست داد فشار روانی زیادی روش بود و واقعا یحیی کار بسیار خوبی کرد، بازیش داد که بتونه زود فراموش کنه اون پنالتی رو که این اتفاق میفته. ببین تو پرسپولیس خیلی خوب این حرکت تردمنرانی که ما اعتقاد داریم که خیلی مهمه در فوتبال و کمتر بازیکنی کمتر تیمی میتونه این بازیکن که توپ اولی میده رو بشناسه. چون از جریان بازی خارج میشه، مدافعین همه میرن تمرکزشون از دست میدن جون. بعد واقعا تمرکزشون از دست میده. ببینید چطور به خوبی مهدی عبدی پیداش میکنه. ببینید 1-2 و سپاس فوق العاده میشه. شاید اگر در واقع آلیشه یه تمرکز یا کنترل بهتری داشت میتونه همینجا دروازه تیم ماشین سازی رو باز کنه. و یه بار دیگه ببینید این گلی که در واقع نقش موثر مهدی عبدی، این گلی که در واقع گل اول، ببینید مهدی عبدی چطور اون فضا رو پیدا میکنه. اون فضا یه طرف درست اشتباه کردن مدافع، ببینید یک با دو پا پای چپ. ببینید کمتر بازیکن الان تو فوتبال ما هست که بتونه از هر دو پاش به خوبی استفاده کنه، هم پاس بده ساند کنه هم ضربه به توپ بزنه. ببینید خیلی مهمه و اینجا اون اتفاقی میفته در فوتبال که شما ببینید اینجا بازیکن ماشین سازی فکر میکنه داره توی منصور باقری من بازیکن اخراج حرفو میذارم تو کوچت که بازی نمیکنه که 3 تا بازیکن تیم اول ایران جلوتن. اگه میخوای پاس بدی باید مراقب باشی، به راحتی توپو تقدیم پرسپولیس میکنه. و یه بار دیگه ببینید اینجا توپو کی میگیره؟ مهدی عبدی تو میگه میسپاره و میره و مهم ضربه زدن آخرشه. ببین اینجا برای من خیلی جالب بود، من خودم فکر میکردم اینجا ضربه اضافه زده، اما ببینید چطور ضربه دروازه منتظر که ضربه رو بزنه. ببینید دروازه فکر کرد ضربه رو، اون ضربه اضافه تمرکز دروازه رو برد. اینکه دروازه فوق العاده بود ضربش، واقعا دیدنی بود ضربش. یعنی یک ضربه کاملا حرفه‌ای. بعضی موقع من شک میکنم ببین بازیکن یه ضربه میزنه بیرون اصلا آدم میمونه و بالا پای زیاد داره. ببینید اینجا وقتی میره شاید دروازه فکر می‌کنه دوباره میخواد ضربه اضافه بزنه، اینجا دیگه ضربه اضافه رو نمیزنه. ببین این بار با چی میزنه؟ با پای چپش میزنه. این ضربه زدن ببین خیلی مهمه، فینیشینگ در فوتبال برای یک مهاجم بسیار مهمه. که این دوتا گلی که مهدی عبدی جوون میزنه من میتونم بگم بهترین گل‌هاش بوده تو این چند وقتی که من دیدم، چون به خاطر اینکه توی خونسردی کام حالا شاید خیلی‌ها بگیم ماشین سازی بود تیم سقوط کرده است، اما باز با این حرفا بازیکن جوونی که یه بازی قبل اون پنالتی حساس از دست میده میاد دوتا گل خوب میزنه، یه پاس عالی هم میده. خیلی بله.